دی شیخ با چراغ همی گرد شهر کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست زن همراهان سوست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد. برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان اعوذ بالله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا محمد و اله و وبارك وسلم بدد كل شيء معلوم لك با عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه نوبتی معراج انسان از رادیو و تلویزیون جهانی معراج بسیار خوشحال هستم و خداوند پاک سپاسگزار که با تهیه و پخش هفتادمین برنامه از سلسله برنامه های نوبتی معراج انسان در خدمت شما عزیزان قرار دارم امیدوار هستم که ایام به کام شما باشه و قرعه فال هم به نام شما عزیزان با این آرزومندی میپردازیم به نشر و پخش این برنامه تربیتی برای شما عزیزان که واقعا قدردان همچون برنامه های آموزشی هستید عزیزان در این برنامه پیرامون جایگاه و صفت والا و متوارز اف و گذشت صحبت میکنم که امیدوار هستیم هر انسان مسلمان با عفو و گذشت آزین بسته باشه و به این زندگی آبرومند خود ادامه بده که همواره با این صفت والا میتونه بر مسند خلافت الهی چی بکنه تکیه بزنه عزیزان بنینده و شلمنده عفو از جمله نام های جمالی خداوند است یعنی عفو کننده در گذرنده چی؟ از مو گناه و معصیت و فروگذاشته که ما انسان ها داریم خداوند عفو است که عفو میکنه و گذشت میکنه ف ان الله کان عفوا قدیرا این خداوند قادر این خداوند آفریدگار این خداوند عظیم و بزرگ در عین حال چی هست عفو کننده است عفو کننده چی گناه و تقصیرات و فروگذاشت های من انسانی که بر مسند خلافت خداوند چی کردیم تکیه زدیم اگر به امو زوایای این شعر و این نصر مسجع چی بکنین؟ ما عطف توجه بکنین که البته شعر هست ربایی هست ما عطف توجه بکنین همو عفو و گذشت خداوند در چی عارفانه این شاعر عزیز که به روایت میگن ابو سعید ابو خیر است و به روایت از پیر چی میکنه آینه داری میکنه از زبان خدا میگه که ای انسان رو گناهکار بازا بازا هر چی هستی بازا 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 هران چی هستی بازا گر کافر و گبر و بتپرستی بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازا حضرت تواب مطلق آنقدر علاقمند است که انسان و گناهکار به سمت خداوند چی بکنه؟ بازگشت بکنه صد بار اگر تو شکستی بازا ببینین ما اگر پسر ما اگر دخترم و اگر همسرم و اگر قوم شما گاگای تمرد میکنه ما تا ماها ماها چی هستیم از روگردان هستیم اما خداوند میگه که صد بار اگر توبه شکستی بازا این مهربان مهربانترین یا مهربانترین مهربانان چقدر عطا توجه داره برای بازگشت ما به سمت خود عزیزان خداوند عظیم و افو در دنیا هم عفو میکنه ما انسان ها و در آخرت هم عفو میکنه به این که چی است کریب مطلق است پس وقت خداوند که آفریدگار ماست و ما بندگان خدا خداوند وقت افو و استوچی بخشایشگر ما هم به عنوان یک وجیبه باید چی بکنیم؟ اف و بخشش در خود تبلور بدیم اینجاست که قرآن از شن با سرعت لجه میکنه که خوز الاف شما چی بکنین؟ شما عفو بکنین، گذشت بکنین در مقابل انسان هایی که در جامعه با شما چی میکنن؟ زندگی میکنن؟ و با در یک محیط یک خانواده با شما چی هستن؟ مثلا زندگی مشترک دارن عزیزان تمام طاعات و عبادات که ما انجام میدیم طاعات و عبادات ها ما ببینین همه به خاطر است که ما به خدا نزدیک شیم و وقتی به خدا نزدیک میشیم که اساسا ما چی بکنیم اول خدا پاک بسازیم پس با نیایش و با ستایش خداوند مشخص است که ما موجبات عفو و بخشایش خود چی میکنیم فراهم میکنیم که خداوند با فضل و کرم خود ما چی میکنه عفو میکنه و میبخشه اینجاست که طاعات و عبادات خالصانه ما دریاهای رحمت و بخشش و عفو و خداوند چی میکنه به جوش میاره و به جولان میاره وقتی ما طاعت خالصانه بکنیم وقتی ما عبادت خالصانه بکنیم و همه گپ محض به خاطر رضای خدا باشه اینجاست که رحمت دنیا چنان چی میکنه به جوش میایه که این دریای رحمت چی میکنه گناهان ما چی میکنه محو میکنه چو دریای رحمت تلاطم کند گناه صاحب خیش را گم کند نظام تربیتی اسلام عزیز تنظیم کننده رشته های مودت و میرورزی از راه بخشهای و عفو انسانی هست وقتی انسان ها همدگر چی بکنن؟ تحمل بکنن وقتی انسان ها همدگر محبت بکنن انسان ها بخشش بکنند و عفو بکنن چی؟ گناهان و انمو به صلاح فروگذاشت های یک اساسا نظام اسلام آماده که این رشته چی بکنه محکم بکنه تنظیم بکنه که بین انسان ها به عوض خصومت به عوض درگیری به عوض جنگ چی باشه رشته مودت همگانی باشه و همه باشه و همیشگی حدیث داریم که پیامبر از ایمشان اسلام که سالار عفو کنندگان علمو جهان خلقت هستند صفت عفو بخشش پیامبر چنان ویژه است و بینظیر که حتی در سایر پیامبران هم او قدر رحم و شفقتی که بر پیامبر این شان اسلام بوده او قدر تبلور پیدا نکرده بوده پیامبر میفرمان که عفو نمودن و رحم نمودن دیگران باعث جاری شدن رحمت الهی بر خود انسان میشه که دیگران عفو میکنه انسان ها وقتی همدیگر بپذیرن انسان ها وقتی به همدیگر مودت و رحمت و شفقت بکنن اینجاست که ما چی میشیم مشمولان رحمات و فیوزات عالم بالا میشیم چقدر نوید است که اگر من و تو انسان و مسلمان در محیط خانواده در محیط کوچه و شهر که زندگی میکنیم به از رنج و خصومت و درگیری و کشمکش و دشمنی کردن رحمت و شفقت و عفو و گذشت در ما بر خود سرمش بکنیم از عالم بالا فیوزات عالم بالا بر من و توی انسان و بر همگان چی میشه جاری میشه اگر شما عفو میکنیم یک کسر چیل معامله با خدا اگر شما کسر از سر اخلاص عفو میکنیم خداوند شما را میکنه چقدر جالب است که اگر کسی بر شما جفای کرده اگر کسی بر شما دشنام داده اگر نامردی کرده چقدر جالب است بگیم الهی این بنده تو که برادر یا خواهر مسلمان ما هم هست همسایه ما هست میر عفو میکنم یا افو تو بکن عفو بکن این معامله شما با خدا قطعا مشخص است و مستحکم که هرگاه شما کسر عفو کردیم خداوند شما چی میکنه عفو میکنه پیامبر از مشان اسلام وقتی از مکه مجبور شدن به هجرت به سمت مدینه چند سال بودن در این و پس برگشتن وقتی آمدن همه اسیر شدن که سران علمو کفار و سران قریشی که هزاران جفار بر پیامبر از مشان اسلام روا داشتند همه اسیر شده بودند، همه نشسته بودند و پیامبر سخنرانی کردند. گفتن آنچه که از دست شما آماد بر ما دریغ امروز روزی است که از شما باید چی بگیرم انتقام بگیرم چی باید بکنم با شما همه بزرگان در حالی که سر به پایین انداخته بودند و اینها رنج می‌بردن از جفاهایی که نسبت به پیامبر کرده بودن امروز هم اسیر بودند حتی ابو سفیان گفت ای محمد آنچه که تو میخواهی امروز لیاقت داره بر ما که بر ما چی بکنی به اصطلاح او را تطبیق بکنی و از ما انتقام بگیری پیامبر گفتن چنان انتقامی از شما میگیرم که تا تاریخ باشه نام ما و شما ثبت ای عناوین زرین تاریخ باشه چیگونه به عوض همه جفاهای شما به عوض همه ظلمهای های شما به عوض همه ناروایی که شما نسبت به من محمد کردید من همه شما را امروز چی میکنم عفو میکنم و میبخشم هزاران درود نصار روح بلند همچو انسانی که بر بزرگترین دشمنان قسم خورده خود هم چی کرد اما عفو و گذشت بر چی کرد نصار کرد عبدالله بن ابی رئیس المنافقین است کسی که هزارها جفار بر پیامبر روا داشت و حتی به سیدتنا آیشه صدیقه که ام مومنین است و مادر همه مومنین شما دیدیم که چی کرد اونجا تهمت و کرد اما وقت پیامبر صدای گریه مادر عبدالله بن اوبیر میشنون در تاریکی شب پرهن خود میبرن برای خود مادر عبدالله بن اوبی میدن میگن این برمک ما حبیب خدا هستم بسیار جفا کرده من میفهم که خداوند با این چی میکنه میر ببخشید هم همین پیران برای برای کفن بکنیم با این یک جا بکنیم که به برکت همه پیرانی که به جانم بوده خداوند داخل خود قبر برای چی بکنه که مکه در بکنه پیامبری که بر دشمنان خود اینقدر چی بوده عفو و گذشت داشته چقدر این امت نواز است چقدر واقعا برای نو بشر میاندیشه که بزرگترین دشمنان قسم خورده خود چی میکنه ای عفو میکنه وقتی او یهودی که روزها روزها پیامبر چی کرده رنج داده پیامبر دروازه خانه زیر تک تک میکنه میگن به عیادت آمدام او میگه یا محمد دیگه من چشم ندارم که به سیمای تو و به چهره تو بنگرم بنا تو کلمه عرض کن که ما به حریم مقدس دین تو چی میشیم داخل میشیم پس پیامبر با ابزار عفو و گذشت و مردانگی بزرگترین دشمنان خود به شمول او یهودی چی کرد به حریم دین مقدس اسلام او را چی کرد به اصطلاح وارد ساخته و او هم در جمله خود زمره خود مسلمان شد هند جگرخوار وقتی جگر سیدن و حضرت حمزه بیرون میکنه و به پیامبر با فاصله بسیار نزدیکی او را دندان میزنه به روایت حتی, حتی او را به عنوان یک گلوبند بر خود چی میکنه به گردن خود آویزان میکنه روزی این پیامبر هند جگرخوار را هم عفو میکنه میگه به حریم دین مکامدی ما تور عفو کردیم کسی که جگر سیدنا حضرت حمزه که سید شعداس و کاکای پیامبر او را دندان زده و او را به عنوان یک گلوبند در گردن خود چی کرده آویزان کرده ما چرا خیلی جالب است وقت پیامبر هند جگرخوار را میبخشه پیامبر عبدالله بن اوبیر می میبخشه پیامبر بزرگترین دشمنان یهود که در مکه بر هزارها جفار کرده اونا را میبخشه ابو سفیان را که ادعای امت بودن به همچو پیامبر داریم جالب بزی است که برادر خدا نمیبخشیم خواهر خدا نمیبخشیم سالها سالها دغن خواهر از خواهرها برادران از برادرها پدر از پسر پسر از مادر می‌بینیم چرا پنج سال از مملکت رفت آمد نمیکنن به خاطر یک موضوع جزئی اگر بس بس امت بدن به همچو پیامبر است بیایم ما محمدی المشرب باشیم بیایم پیامبر دشمنان خود بخشیده ما خواهر برادر خود بخشیم هیچ کدام ما و شما پیغمبر زاده نیستیم اینجاست که واقعا پیامبر میگن اگر کسی شما رو آزار داده بر شما ظلم میکرده شما شب میریم به دروازه خانه جوی تک تک میکنیم بگین عزیز من ما آمدم که تو رو عفو کنم چرا چون من محمدی المشرب هستم پیامبر میگن که کلید یا قصر بسیار مجلل در داخل قصرهای بهشت برای امت به با گذشت چی باش چی باد مبارک باد اگر شما مریم کسر عفو میکنیم به دروازه خانی از او میگیم ما بودم که تو رو ببخشم چرا چون پیامبر این گونه بود پیامبر میگن مبارک باد کلید یکی از قصرهای بسیار مجلل خود داخل بهش بر امتی که او میره برادر خود چکار میکنه میبخشه سیدنا حضرت علی که باب علم پیغمبرند خلیفه چهارم مسلمان ها که داماد پیامبرند میفرمان که گذشت خستت مردان هست هر کس اگه برادر خود عفو کرد هر کس اگه خواهر خود عفو کرد هر کس اگه همشری خدا عفو کرد برادر خود به گونه های مختلف که بر او جفا کرده او را عفو کرد و از گذشت کرد این نشانه مرد بودن است این معنی که مردان کی هستن راست قامتان خود تاریخ هستند انتقام جویان مرد نیستند عزیزان کسانی که انتقام جویی میکنن این مردانگی نیست که چی بکنیم از یک نفر شما انتقام بگیریم چرا چون میگم لذتی که در عفو در انتقام نیست اینجاست که بزرگا گفتن که گذشت گذشت شکرانه توان و قدرت قدرتمندی است که انسان در خود داره وقتی ما توانمندیم وقتی ما قدرت داریم وقتی ما توان انتقام گرفتن از یک نفر داریم اگر ما بگیم خدای به خاطر رضای عفو کردم این مشخص است که او چی است انسان جوان مرد است او انسان مؤمن است و او تکیه بر مسند خلافت الهی که خدا من هم چی است رازی است از این انسان اینجاست که بزرگ میگه که تواضع گردن فرازان نکوست کسانی که قدرت دارن کسانی که ثروت دارن کسانی که شهوت و شهرت دارن هر توانایی دارن اگر اینا تواضع میکنن اگر اینا افوا میکنن و اینا در اوج قدرت و ثروت دگرار میبخشن ای برزن چی داره زیبندگی داره گدا گر تواضع کند خوی است انسانی که چیزی نداره مدام متوازی است اما صفت تواضع بر کسی جالب است که او انسان چکار بکنه قدرت داشته باشه و شهرت و به ثروت داشته باشه از منظر شعر و ادبیات دامن اف شاعر میگه دامن اف حمایت کده غفلت ماست چون ما غفلت کردیم دامن اف الهی رو محکم میگیریم میگیم ای اف ما را اف بکن پس چی هست حمایت کده است چی دامن اف دامن اف حمایت کده غفلت ماست خواب راحت نفس سایه دیوار تو ای خدای ما ما در سایه دیوار رحمت تو مدام نفس بر راحت میکشیم از قفلت خود ما چی میکنیم بیزاری میجوییم و خویی میکنیم اینجاست که اف و خداوند شامل حال ما و دیگران میشه حضرت پیر را چی مقبول میفرمیند که نیکی را نیکی کردن خرخاری است حیوانات هم به همدگر گاهی نیکی می این ای خله والای نیست که کسی بر ما نیکی کرد ما بر او نیکی کردیم نیکی را نیکی کردن خرخاری است بدی را بدی کردن سکساری است بدی را نیکی کردن کار عبدالله انصاری است ای بزرگ مرد شهر ما خاجه انصار روحت شاد باد که بر ما درسی میدی که اگر کسی بر شما نیکی کرد شما نیکی کردید هیچ وقت با خود مغرور نشین اما اگر بدی کرد و شما بدی کردین گویا که شما صفت سگی دارید چرا؟ بدی را بدی کردن سکساری است اما اگر بدی را با نیکی پاسخ دادید شما چی هست؟ وارث عبدالله انصاری هستید اینجاست که واقعا اف و گذشت جز لایه های خود زندگی انسان است و صفات و والای خود انسان که محبت زاست به گفتی حضرت مولانا از محبت خارها گل می شود وقتی ما با محبت زندگی کنیم عفو کنیم به گذشت داشته باشیم خارهای زندگی چی می شود؟ مبدل به گل می شود. از نظر عرفان هدف اساسی خداوند بزرگ و حکیم در داستان خود سید حضرت یوسف در این که میخواین به نمایش بگذاره صفت گذشت و عفو حضرت یوسف که همه برادران چکار کرد؟ عفو کرد به این که حضرت یوسف همه بدکاران که برادران بودن عفو کرد این برای ما درس است که ما باید چی بکنیم؟ نسبت به کسانی که برای ما جفا کردن اونا رو چی بکنیم؟ عفو بکنیم از گذشت بکنیم به این نتیجه که گذشت والاترین صفت پیامبران الهی است که سیدنا حضرت یوسف شما دیدیم که چیگونه عطف توجه کرد از منظر عرفان پیر با عظمت هرات خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه میفرمایند که عفو الهی رو بخوان برای ما چی کنن آینه کنن میگن بدانید که محاسبت خدای در محشر با مؤمنان بدانید که محاسبت خدای در محشر با مؤمنان چون معاملت یوسف با برادران هست وقتی یوسف به تخت سلطنت مصر رسید برای برادرها گفت حال خود ما پادشاه شدم من یوسف هستم که بر ما جفا کردیم حالا میگم ما برادر شما هستم ما زنده هستم اما همه شما چی کردم عفو کردم پیر هرات میگن یوسف که بنده خدا بود وقتی به تخت سلطنت که زد گفت همه رو ببخشیدم پیر ایراد میگن ما ایمان داریم که با مؤمنان راست دل با مؤمنان که متمسک باشند به با مندرجات شریعت محتر پیانبر اسلام محاسبت خدای یوسف با خود مؤمنان چون معاملت خودشی است یوسف با برادران هست که چقدر واقعا امید در بر ما تبلور میدن پر جاذبه ترین انصار موفقیت چی هست گذشت است برای خود انسان پاداش دنیایی خود گذشت عزت و پاداشت اخروی گذشت بهشت به جاودان هست هرچی در دنیا ما گذشت بکنیم هرچی چی واقعا ما عزت و به اصطلاح ما پاداش نسبت به مدنظر مد نظر داشته باشیم بهشت به الهی به عنوان مهمانخانه الهی چی است در خود خدمت ما است و در انتظار ما جامعه شناسی حکم میکنه که انسانی که از اونس گرفته شده نام از او این انسان به و گذشت علاقه‌مند است و نیاز مبرم داره بناً اف و گذشت حلقه پیوستگی انسان هاست که بدون اف و گذشت به هیچ عنوان انسان ها و پیوسته نمیشن زندگی راحت ندارن و جامعه آرام رم سراغ نخواهد داشتیم در جایی که در اینجا اف و گذشت همگانی نشده باشد دی شیخ با چراغ همیگشت، گرد شهر کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست زن همراهان سوست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان دی شیخ با چراغ همی گرد شهر کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست زن همراهان سوست عناصر دلم گریف شیر خدا و رستم دستانم آرزوست معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان عزیزان شنونده و بیننده چون در این برنامه پیرامون جایگاه صفت و والای عفو و گذشت صحبت میکنم باید ما بدانیم که ترویج گذشت و عفو پایه های اجتماعی مستقم میسازه محیط خانه و جامعه آرام میسازه اگر اعضای خانواده اف و گذشت داشته باشند و صفت عفو در میان فرزند و دختر و زن و همسر و شوهر نادینه بسازند فضاهای جهنمیه اکثر خانواده ها مبدل به فضای بهشتی میشه پس ما هستیم که بر خود از غفلت بهشت را جهنم کرده ایم گردل از شرم مواسی آب گردد کوسر است چرا در بعضی خانواده ها جنگ و جنجال, است چون اینا عفو و ندارن گذشت ندارن چرا در بین بعضی اقوام واقعا مشکل داریم ما برای اینکه عفو گذشت ندارند؟ ما میتونیم با عفو گذشت فضای جهنمی خانواده ها و جوامی انسانی رو چی بسازیم؟ بیشتی بسازیم گذشت نشان بزرگی انسانه که به انسان یا به زندگی انسان رنگ و بوی خاص میده که صفا و سمیمیت میوه پخته خود درخت چی هست؟ انمو گذشت و اف هست برعکس انتقام جویی جامعه به سمت پرتگاه و به سمت خود تشنج میکشه هر خانه ای که هر جامعه ای که در اونجا عفو گذشت باشه محیط آرام و فضا انسانی و هر خانواده و هر جامعه ای که در اونجا کشمکش باشه و عفو گذشت نباشه زندگی از اینا واقعا فلاکت بار است و هر روز از اینا بدتر از دیروز است و فردا از اینا بدتر از, از امروز از نظر روانشناسی انسان موجودی که واقعا با چی میکنه سر و کار داره و در این حال با انتقام هم یعنی اگر موتی عقل و شعور شد انسان بخشش میکنه اما اگر انسان موتی چی شد نفس اماره شد انتقام میگیره اینجاست که بخشیدن دیگرا هموار دیگرا نسبت ما ممنون میسازه اونا چی میشن ممنون میشن که ما اونا چی کردین عفو کردین و عفو بخشش اگر در ما تبلور پیدا بکنه نیروی ما نمیگذاره که صرف کینه بشه چقدر جالب است که انرژیی که داریم عقل و فهم و فراستی که داریم عمری که داریم این صرف هدر نمی شود و بخشش داشتن یا صفت عفو بخشش داشتن زندگی به بی اثر نمی سازه و انسان به اهداف سطور انسانی نائل می سازه اگر ما با گذشت خوب بگیریم اگر ما با گذشت و عفو خوب بگیریم نسبت به خود و دیگران اینجاست که بخشش یک پایان خوبی برای آغاز کار دیگر چقدر جالب است که از کار بعد دیگر ما صرف نظر کنیم عفو کنیم با این عفو کردن ضمن که خصومت ها پایان پیدا میکنه یک باب دیگر در زندگی ما باز میشه یک صفحه دیگر در این کتاب زندگی باز میشه که واقعا از یک لذت و حلاوت خاصتر برخوردار هست بخشیدن کار بزدلان نیست بلکه کار بزرگدلان هست هر کس قلب بزرگ داره هر کس دل بزرگ داره ای با عفو با خود میکنه ای آزین می ما اگر در دنیا قانون است اگر ما در دنیا قلبا دیگرار ببخشیم که بر ما جرم بر ما چی کردن اونا گناه کردن یا جرم کردن یا فشار وارد کردن مشخص است که خداوند ما در آخرت میبخشه عفو بخشش ما در دنیا زمینه عفو بخشش ما در خود آخرت از طرف خداوند چی میکنه تضمین میکنه وقت انسان گذشت و عفو در خود تبلور میده صفت و رنگ الهی میگیره چرا چون خداوند عفو است در میگذره خداوند از گناهان ما وقتی ما عفو میکنیم وقتی ما گذشت میکنیم نسبت به اعضای خانواده نسبت به قوم و خش و همشهری و هموطن اینجاست که ما رنگ الهی میگیریم در صف دوستان قرار میگیریم دوستان کی دوستان خداوند که خداوند عفو است ما عفو کننده خداوند بخش است ما بخشش میکنیم و ما بخشیم گناه دیگران اینج از یک مجد خاص در نزد خدا چی میکنیم ما به جایگاه پیدا میکنیم که خداوند برای ما علاقمند بشه ما در زمره یعنی لیست دوستان خود ما رو ثبت نام میکنه اف نشانه بزرگ فضیلت و کرامت انسانیه که انسان چون با کرامت آفریده شده یکی از پلوهای یا به اصطلاح رنگهای یا جلوه کرامت انسانی اف و گذشت خود انسان هست اف و گذشت نوع بازگشت دادن انسان به خوده که آغاز خودشناسی میشه پس هر کس شناخت مشخص است که چی میکنه خدا رو میشناسه انسانی که عفو داره گذشت داره ذاتا صبور هست و صابر اما انسانهایی که عفو ندارن گذشت ندارن اینا مدام پرخاشگرند اینا مدام به در دنبال انتقامن و زندگی از متاسفانه مدام با انمون مشکلات چی هست مواجه هست مواردی که بخشش لازم نیه که ما اونها رو عفو کنیم ببخشیم کی هرگاه وطن ما هرگاه آبروی ما هرگاه مال ما هرگاه داشته های ما اینا چی میشه مورد حجوم دشمنانه قسم خورده واقع میشه اینج دیگه لازم نیست که ما با این دشمنان چی بکنیم مسالمت بکنیم به قول معروف رو عفو کنیم نه خیر وقت ظالم جسور بشه وقت انسانی که به بدان او جفا میکنه او ببینه که ما چی میکنیم واقعا او رو عفو میکنیم اینجا که وضعیت است که واقعا باید بشکا با کنیم او رو عفو نکنیم که اینجا تراهم بر پلنگ تیزدندان ستمگاری بود بر چی بر ستمکاری بود بر گوستندان عفو که ظالمه. چکار بکنه بر خود مظلوم بیشترتر او را تر بسازه در دین ما مظلوم است و جایگاه نداره بنا به جای باید ما عفو بکنیم که طرف هم بسرا او رو بفهمه و اون نشانه خدا چی باشه بزرگی ما باشه اما در مقابل ظالم اگر ما چی پیامبر فرودن که شما باید برادر شما باید کمک بکنیم اگر او ظالم است و مظلوم پرسان کردن پیامبر برای انسانی که مظلوم است کمک میکنیم بر ظالم چی کنیم میتونیم کمک کنیم گفتن نمی که به او صحبت میکنیم همین تشویق میکنیم کوی دیگه ظلم نکنه کمک به برادر چی است برادر مسلمان هست وقتی اساسات اجتماعی وقت اساسات اجتماعی و نظم جامعه آسیب میبینه آسیب میبینه ما میتونیم که با ابزار خود اما اف و گذشت در میان خود اعضای جامعه چی بکنیم ما اما رفایت چی بکنیم ما پس دوباره به اصطلاح همگانی بسازیم که اینجا گفتن که در اف لذت است که در انتقام نیست هرگاه ما بتانیم که در جامعه تاثیر گذار باشیم به با این معنا که امو استوانه های عفو بخشی شر ما نهودینه بسازیم اینجاست که ما میتونیم که جامعه رو به سمت خود یعنی صلاح و فلاشی بکنیم سوق بدیم و اما اگر با ابزار عفو گذشت برای خودم مقاسمت برای ها و مشکلات و دشمنی که در بین مردم هست ما وارد نشدیم جامعه به سمت بربریت و دشت بره که هر روز جامعه بدتر است از, از دیروز است اگر بروی فاسقی ما میخندیم انسانی که فسق میکنه انسانی که ظالم است انسانی که واقعا حق خور دیگرا هست اگر بروی همچون انسان های ما خندیدیم و اینا رو ما افکردیم در ویران کردن بنیان اون مقام انسانیت ما چی کردیم درقیقت کوشش کردیم نه جای گل گل باشه جای خار خوار. اگر ما اشتباهات کوچک دیگران میبخشیم نشانه بزرگی است اما انسان هایی که با اشتباه کردن و با گناه, گناه کردن و با ظلم کردن اینا دیگه شهره شدن و به چی شدن اینا مشهور شدن اگه در مقابل از اینا ما لبخند میزنیم اینا چی میشن جسورتر میشن و ظالمتر میشن نتیجه گیری میکنیم که عفو و بخشایش صفت و ضرورت اساسی نوع انسان است از محیط خانه تا به خود اجتماع یعنی در مقابل زن و فرزند و قوم و خش و همه باید ما صفت همو بخشش و عفر داشته باشیم که ما محمدی مشرب بشیم گذشت و عف باید بدانیم که نشانه بزرگی ما نشانه, نشانه کوچکی ما لذت لذتی که در عف انسان ها هست همواره اون ممنون ما است که ما فلان کس چی کرد عف کرد در حالی که چی کردیم جفا کردیم و ظلم کردیم بیایم که وقت ما از خداوند بزرگ که عفو است عفو کننده است ما وقتی از خدای بزرگ طلب عفو داریم چقدر جالب است که از اشتباهات دیگر و خطاهای دیگر را ما بگذاریم اونا را عفو بکنیم وقتی ما بگیم خدای افو ما رو عفو کن چرا ما دیگر را عفو نمی چقدر جالب است مشکلی دارم زدانشمند مجلس باز پرس توب فرمانان چرا خود توبه کمتر می وقت من و توی انسان و مسلمان موجبات عفو گذشته حضرت حق میتونیم کمایی بکنیم که از خطاها و انمو به اصطلاح گذشت های دیگر چی بکنیم صرف نظر بکنیم بیایم که محمدیر به شب باشیم که با بزرگترین دشمنان آن محمد چی کرد اف و گذشت پیشه کرد من و تو هم بیایم که در مقابل قوم و خش و زن و فرزند و اعضای خانواده و محیطی که زندگی میکنین با این صفت و والا متبارز بر مسند خلافت بشینیم که خداوند از ما راضی باشه مردم از ما راضی باشن از جمله های انتقام گیر نباشیم که در روز هش حضرت منتقم من مطلق از ما انتقام نگیره و با بزرگی خود و با فضل خود من تو انسان را چی بکنه ببخشه و من تو مغفرت بشیم به همچه امیده که مغفرت الهی و شفاعت پیامبر شامل حال من تو باشه امیدوار هستیم که از جمله کسانی باشیم که ما عفو و گذشت که از جمله صفات خداوند است در خود تبلور بدیم از اشتباهات و گناهان و خطاهای دیگر را صرف نظر بکنیم که از جمله مشمولان خودت بیشتر عرض کردیم مغفرت الهی و شفاعت پیامبر میشان اسلام در روز حشر که یوم الحساب است ان قرار بگیریم به همچی امیده و السلام علیکم و رحمت الله و برکات دی با چراغ همیگش گرد شهر دی و دد ملولم و انسانم آرزوست زن همراهان سوست عناصر دلم گریف شیر خدا و رستم دستانم آرزوست انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان